خدمتتون عرض بکنم که حالا ما باز نمیخوایم راجع به فری جان صحبت بکنیم یا رضا رشیدپور عزیز، ولی خدمتتون عرض بکنم راجع به یکی میخوایم صحبت بکنیم که اون دوتا بهش میگن استاد. و اگر هم دقت بفرمایید، این استادی که من الان میخوام خدمتتون معرفی بکنم، اون دو عزیز در واقع تون صدا، فرم اجرا، رنگ و لعاب و فرم و استایلشون خیلی شبیه این استاده. یعنی کاملا معلومه که این استاد رو خوب در واقع درسهاشون رو بهش پس دادن و یاد گرفت. حالا عرضم به خدمت، این ویدیو رو من هفته پیش چشمم به جمالش روشن شد و چقدر ببینیم نمیذارن اونجور که ما دلمون میخواد برای شما برنامه اجرا کنیم، اگر نه عمرن بذاریم شما سراغ ماهواره بزنیم. بجون خورم. خب خدایا شکرت که استاد، خدا رو شکر صد هزار مرتبه شکر که استاد پیدا شد و با تمامی توانایی که در وجود، خدا رو شکر ایشونو گرفتن، نمیذارن که برنامه سازی بکنن. یعنی ایشون اگر ولش بکنن ببینید چه چون میدونید که تمامی این ماها و همه مردم، اونایی که میشینن ماهواره نگاه میکنن، همش دنبال یکی میگردن که ادای همیرا رو در بیاره. هی هیچ کس ادای همیرا رو در نمی آورد تا استاد اومد با این قشنگی، با این زیبایی در آورد ادای همیرا رو. عرض کنم به خدمت انورتون که چقدر زیبا میخوندم و عرضم حالا از یک نکته دیگه که استاد، به دلیل اینکه چقدر استاد ما زیاد داریم، تعداد استادا داره زیاد میشه، بعد یه دانشگاه بزنیم. عرضم به خدمتتون که ایشون به علتی که با حمید مایی صفت و دیگه نمیدونم حسن ریوندی و دیگه یکی دو تا از این دوستان برنامه اجرا کردن، یه مقداری فکر کردن که خب بذار منم، چرا همون قصه همیشگی که من اگر من کجم که نتونم این کارا رو بکنم، منم میکنم. مثلا مارکت، من خودم استاد مارکت، این که حالا به کنار این نکته ای که خودشون احساس کردن که چرا من نخونم، اگه اونا میتونن ادای همیرا رو در بیارن، من در میارم. البته به نظر من ایشون از اونا هم بهتر در آورده، چون اونا فقط صداش رو در میوردن، حرکاتشون همون حرکات مردونه است، ایشون صدا رو نتونستن ولی حرکات رو کاملا نمیدونن، که البته اونا طبیعیه تو وجود خودشونه، ولی یعنی لازم نبود در بیارن اداش رو. ولی حالا به اضافه اینکه اگر اشکالی نداشته باشه، حالا این نکته که الان مشکل برطرف شد، دوستان اگر ماهواره نگاه میکردن برای این بود که کسی، یعنی یکی رو پیدا بکنن که ادای همیرا رو در بیاره، که اینم شکر خدا حل شد دیگه. فردا ماهواره ها رو جمع میکنیم میریزیم دور. منم که از فردا شب در محضر استاد میخوام تلمس کنم و محبت بکنید ادامه این ویدیوی زیبا و چشم نواز رو با هم ببینیم. یه دختر خیلی زیبا تو خیابون وایستاده بود، احمدزاده از کنار رسش گفت جون بابا چی ساخته؟ گفت آدرس ننتو بده برای تو هم میسازه. های نمیده چه خط خنده داره، گله نمک استاد، گله نمک اینجوری قل میخوره از این بر از اون، یعنی واقعا با نمکه. فقط من این ادب و احترامش رو نسبت به همکارش آقای احمدزاده که راجع به والدشون داشتن صحبت میکنه، چقدر یعنی ببین چقدر قشنگ که توی یک لطیفه‌ای که اینقدر مستقیم به والده همکارش، یعنی من واقعا انگشت بر
خواهش میکنم ادامه یه ویدیو رو با هم ببینیم. این مذاکرات الان آقای ظریف رفت نیویورک و دوباره شروع شد. هر موقع این مذاکرات پنجه به اضافه یک شروع میشه، کاظم احمدزاده میگه اگر به جای این گروه مذاکره کننده ما 4 تا از این جوانای مخزنمون رو فرستاده بودیم، تا حالا نه تنها انرژی هسته‌ای داشتیم بلکه انرژی هسته‌ای صادر میکردیم. این خانم کاترین اشتون الان 4 تا نوه ایرانی داشت، کشتن ما رو. هی ویان یک، ویان دو، ویان سه، ویان ها شد 9. یادتونه که حالا نیویورک شروع شد، نیویورک 1، قبلش هم قزاقستان 1، قزاقستان 2، قبلش هم استانبول 1، استانبول 2. کشتن ما رو، تمامش کنید دیگه. میدونین مشکلم چیه؟ که مشکل اصلی مال کاترین اشتونه. لامصب خیلی زشته، شبیه مرغابیه. یه ذره بره روداش تا حالا مذاکرات به نتیجه رسیده. به جون خودم چقدر خنده دار، چقدر خنده دار. مگه میشه یکی مگه میشه اینقدر خنده دار باشه؟ خب میشه مگه میشه این همه نمک تو وجود یه نفر؟ ببین حقوق رو وقتی رعایت نکنن در پخش نمک همین جوری میشه دیگه. اینقدر شما ببین، این همون نکته است که عرض میکردم خدمتتون. این فرق توهین و طنز، فرق خندوندن و سوزوندن، این نکته است که خیلی جالبه. در طنز شما میتونی یه کاری رو که میتونی یک نفر رو کارش رو حالا به طنز بکشی، مسخره کنی، با شوخی کنی، حالا هر کاری میتونی انجام بدی، ولی کاری رو که اختیارش دست خود طرفه، یعنی مثلا یارو اومده یه حرفی زده احمقانه است، اونو میتونی راجبی صحبت بکنی، مسخره کنی یارو رو، با شوخی کنی، بگی، بخندی و جوک بسازی. یارو مثلا یه حرکت، حالا مثلا معمولا در رابطه با ظاهر یک نفر که اختیاری درش نداره، مثلا دماغش کنده است، چونش درازه، کلش کچله، گوشش بلب، اینا معمولا اگر یه خورده طرف چیز داشته باشه، فرار مغز ها نباشه، در واقع هیچ وقت ظاهر یک نفر رو باهاش شوخی و جوک نمی کنه و مسخرش نمی کنه. و چقدر با نمک بودم. ولی خب حالا خدمتتون عرض بکنم که من حالا همین این ویدیو واقعا هفته پیش باعث گشاد شدن 3 تا 4 تا از کوچه الوارای من شد، بس که هرس خوردم در واقع. و خواستم که شما هم ببینید که بدونید که ما چه تنازهایی داریم توی در واقع دور و بر خودمون که درست ازشون استفاده نمی کنیم. شما هم به نظر من الان که ما داریم میریم رو یاست، همین الان برو ماهواره رو بنداز دور، استاد دیگه پیدا شده، الان دیگه هیچ برنامه ایته. چرا بی خود بیجرد وقتتو با من تلف میکنی الان؟ پاش الان خاموش کن تلویزیون رو، برو ببین کجا برنامه داره استاد، ببین چقدر قشنگ ادای همیرا رو در میاره، چقدر خوب در میاره. یعنی ناز و اشبه های استاد از همیرا بیشتره. همیرا که حالا هستیم در خدمتتون.